درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. همزمان با شب یلدا، شبکه‌های اجتماعی از ادامه اعتراضات شبانه در تهران در محله‌های مختلف از جمله در خیابان انقلاب، سعادت آباد، امانیه و همچنین در بسیاری از شهرهای کردنشین و اعتصابات کسبه در شهرهای کردنشین از جمله کامیاران خبر دادند. و این در حالی بود که در اقدامی بی سابقه، کریستیان گاملین، سخنگوی ریاست جمهوری آلمان، از دیدار فرانک والتر اشتاینمایر، رئیس جمهوری آلمان با چهره سرشناس فوتبال ایران، علی کریمی در آلمان خبر داد. به گفته گاملین، اشتاینمایر با علی کریمی که به یکی از چهره‌های شاخص اعتراضات و خیزش انقلابی اخیر در ایران تبدیل شده است، درباره شرایط کنونی ایران گفتگو کرده است. در این دیدار، رئیس جمهور آلمان خطاب به رهبران مذهبی و سیاسی در ایران گفت که به اعمال خشونت علیه کودکان، زنان و مردانی که در خیابانها به مسالمت اعتراض می کنند، پایان دهید. اشتاینمایر در ادامه به سران رژیم جمهوری اسلامی هشدار داد که با این سبک و سیاق از حکومتداری، عمر آنها طولی نخواهد انجامید. در مورد دیدار علی کریمی و اشتاینمایر گفته شده است که علی کریمی در سخنانی گفته است که در ایران تغییرات مهمی در حال رخ دادن است که ابعاد آن دیگر از یک جنبش اعتراضی سیاسی یا انتقاد از رویکرد دولت و شیوه مدیریت کشور فراتر رفته است و از کشورهای غربی به ویژه دولت آلمان خواسته است که انقلاب مردم ایران را به رسمیت بشناسند. با توجه به شرایط کنونی می توان گفت که اکنون بین نخبگان، سلبریتی ها، ورزشکاران، در مجموع طیف وسیعی از ملت ایران و رژیم جمهوری اسلامی و سرکردگان آن اکنون دیگر شکافی غیر قابل ترمیم ایجاد شده است. برخورد خشونت‌آمیز و استفاده از سلاح در برابر ملت برای اکثریت مطلق مردم که خواهان ایجاد اصلاحات واقعی، برخورداری از آزادی، توسعه و رفاه اقتصادی و زندگی به دور از شعارهای تحریک‌آمیز و استبدادی‌اند، رفتارهای قابل قبولی نیست. اکنون رژیم جمهوری اسلامی حتی دیگر باید سخنان رهبرانش را هم سانسور کند. خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، همواره این جمله را تکرار می‌کرد که هرچه اکثریت مردم گفتند، همان معتبر است. و مردم ایران با توجه به همین شعار از جنبش گسترده انقلابی حمایت می کنند. با این حال امروز مردم ایران می بینند که به حرف و نظر آنها هیچ توجهی نمی شود. حالا روحانیان حاکم با تحمیل دیدگاه های سخت گیرانه و تنگ نظرانه اشان در بسیاری از ابعاد زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی مردم ایران خود را به تأثیر گذارترین طبقه جامعه تبدیل کردند که اکنون جریان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در دست گرفتند. و این دقیقاً همان نقطه است که جنبش‌های اجتماعی در مقابل آن ایستاده است. جنبشی که میتوان نمود عینی آن را در نهضت عمام پرانی مشاهده کرد. شاید به همین دلیل است که این روزها بسیاری از سران رژیم جمهوری اسلامی در ترس و وحشت از فروپاشی و فردای آن با صداهای لرزان معترضان را تهدید می‌کنند. یک نمونه آن اسماعیل قاآنی که همین دیروز در یک نطق لرزان و پر از پرخاش این چنین به زنان تاخت که همه انرژیتان را از سراسر دنیا جمع کرده اید و این بالای شهر تهران است. یک زن با شرف را نمی‌بینید که غیر محجبه باشد. خاک عالم بر سرتان که نمی‌فهمید بی‌شرف‌ترین آدم‌ها هستید. سخنانی که کاملاً حکایت از ترس اسماعیل قاآنی و سایر سران رژیم جمهوری اسلامی دارد. وی همچنین روایت قبلی جمهوری اسلامی درباره نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور را که پس از اعتراضات از مردم ایران حمایت کردند به تندی تکرار کرد و گفت که یک زن روسپی جنایتکار را پیدا کردند که دستشان آلوده به خون بیش از 17,000 ایرانی است و گفتند این پیشنهاد ما برای رئیس جمهوری ایران است. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حالی با این ادبیات جانشین قاسم سلیمانی شده است که رسانه‌های راست و چپ در جمهوری اسلامی
حداقل در موضوع حجاب روایت نرمتری از قاسم سلیمانی ارائه می‌دهند. قاآنی البته نه تنها اکنون که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است، که حتی در زمان جانشینی قاسم سلیمانی هم چندان ادبیات مصالحه جویانه‌ای نداشت. او در ماجرای قهر و استعفای محمد جواد ظریف از وزارت امور خارجه دولت حسن روحانی که به دلیل سفر هماهنگ نشده بشار اسد به ایران به وجود آمد، خیلی رک و پوست کنده گفته بود که آقای بشار اسد را نیروی قدس سپاه پاسداران به تهران آورد و آنهایی که باید بدانند می دانستند و آنهایی که نباید نمی دانستند. او عدم هماهنگی را به خود دولت مرتبط دانسته بود. قاآنی به وضوح تا کنون تلاش کرده است از خود چهره‌ای مقتدر و غیر قابل انعطاف نشان دهد، هرچند که نه بلد است برای عکاسان ژست بگیرد و نه سخنران خوبی است و حتی اکنون که آمده بود معترضان را تهدید کند، با صدای لرزان بیشتر ترس و وحشت خود را نشان داد. 15 دی ماه 1398، دو روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، رسانه‌های حکومتی و نزدیک به سپاه پوستری منتشر کردند با این مضمون که قاآنی همان قاسم سلیمانی است. و بعداً ائمه جمعه در خطبه ها گفتند قاآنی سلیمانی دیگر است و بسیار در وصف او حرف زدند، اما در واقع این چنین نشد. در حال حاضر علارغم تهدیدهای پوشالی سران سپاه، با افزایش اعتماد به نفس مردم، خواسته های آنها دیگر به موضوع حجاب محدود نمی شود، بلکه بر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی تأکید دارند. در این راستا قطعاً در مرحله بعد و بی تردید نه تنها اعتراض ها تشدید خواهد شد، بلکه سطح خواسته ها نیز افزایش خواهد یافت. معترضان خواستار پرداختن بیدرنگ به موضوعاتی خواهند شد که مدت ها ممنوعه به شما رفتند، از قبیل اختیارات مطلق علی خامنه ای، مداخله سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد، نرخ بالای اعدام ها و جنایت های حکومتی و بسیاری موارد دیگر که اگر همه آنها را با یکدیگر جمع کنیم میبینیم که تنها راه حل موجود براندازی و ریشه‌کنی رژیم ولایت فقیه است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.